Nicola, Nicola, Santa Boy Cola, in a honey, no, no, سلام و ادب احترام حضور گرم شما عزیزان بیننده علاقمندان کانال آشیانه. امیدوارم جور صحت و سر حال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و از گزند آلودگی صوتی بدور باشین. عزیزان دل، قسم که در جریان هستین، در ویدیوی قبلی ما در ارتباط به روز جهانی محیط زیست صحبت های خدمت شما شریک کرده، مصاحبه داشتیم با کارشناس محیط زیست و ایشان در ارتباط به وضعیت محیط زیست در جهان به خصوص در افغانستان صحبت‌هایی داشتند. البته چیزی که امسال در روز جهانی محیط زیست روی آن اشارات صورت گرفته و تاکید شده و از جمله شعار امسال محیط زیست عنوان شده، همان مبارزه با آلودگی پلاستیک هست. نمی‌خوام زیاد در این مورد صحبت کنم، چون در ویدیو قبلی ما موارد مربوط به آلودگی پلاستیک مفصل و مکمل اشاره شده. میشه که اگر ویدیو قبلی را شما ندیدین، میشه که یک سر بزنیم به او ویدیو. خیلی موضوعات مهم، اساسی و ضروری که در ارتباط به پلاستیک و مواد کیمیایی که در پلاستیک وجود داره، بیشتر از 4000 مواد کیمیایی مفصل اشارات شده. یکی چی پیامدها، چی تبعات، چی مشکلات صحی را برای صحت ما، برای سلامتی ما میگذاره، روی محیط زیست چی تاثیرات بدی را میگذاره، مفصل صحبت شده. چیزی که میخوایم در این برنامه روی اشارات داشته باشم همون آلودگی صوتی هست که به نحوی ارتباط میگیره با موضوع قبلی ما. انواع مختلف آلودگی ها وجود داره که هر کدام متاسفانه مشکلات را برای محیط زیست ایجاد میکنه، محیط زیست ما را آلوده میسازه. در کنار این آلودگی ها، آلودگی صوتی، متاسفانه آلودگی صوتی امروز در شهر و بازار افغانستان وجود داره. از شهر و بازار هم گذشته در کوچه ها و پس کوچه ها، متاسفانه که میزان این آلودگی صوتی هر روز بیشتر و زیادتر میشه. البته چیزی که زیاد مهم هست در اینجا این هست که خب این آلودگی صوتی که همه روزه هر لحظه بدون کنان وقفه متواتر به صدا می آید و مطمئنن که بیشتر در کوچه ها و پس کوچه هاست، ممکن که در یک خانه مریض باشه، مریض دار باشه، پیش سفید باشه، پیش سفید باشه، ممکن است که دکتر این شخص را ممنوع قرار داده از آلودگی های صوتی، از گپ زیاد، از صحبت زیاد. ممکن است که به یک فضای آرام ضرورت داشته باشه، اما ما ناخودآگاه عمدن و سهوان میاییم در کنار خانه ها، در کوچه ها و پس کوچه ها آلودگی صوتی را به وجود میاریم. خب ممکن است بعضی دوستان ما، بعضی عزیزان ما در اینجا برای نقد بگیرن، خب پس چی کار کنن؟ راههای بهتری وجود داره برای فروشات اموال. چیزی که زیاد مهم هست در اینجا او ای هست که این آلودگی صوتی مطمئنن که روی روان افراد اشخاص، روی روان شهروندان ما، روی روان خانوالا تاثیرات بد و تاثیرات منفی را به جا میگذاره. خب حالا بحث روز یک طرف، از طرف شب تا ساعتهای 11-12 بجه متاسفانه آلودگی صوتی به شدتش در کوچه ها و پس کوچه ها جریان داره و این عامل باعث میشه که خیلی از شهروندان ما متاسفانه که اذیت شوند، آرامش روحی و روانیشان را از دست بدن. ممکن است در جریان روز کار کنند، اما از طرف شب وقتی چنین آلودگی صوتی وجود داشته باشه، خوابش، نظم خوابش از بین میره. ما به عنوان یک شهروند مسئولیت خود را در قبال شهروندان خود انجام بدیم. وقتی ما آلودگی صوتی را در فضا پخش کردیم، در کوچه ها و پس کوچه ها آلودگی صوتی را پخش کرده، مطمئنن که یک شهروند ما ناآرام میشه، شهروند ما اذیت میشه، آرامش روحی و روانی خود را ممکن است که از دست بده.
ببینن چقدر خوب هست که در جای مشخصش، در مکان مشخصش، با یک رویش خوبتر، با یک رویشی بهتر، بدون از اینکه سر و صداها را ایجاد بکنیم، بیاییم فروشات خود را داشته باشیم، کاروبار خود را رونق بدیم، در کل که از یک طرف روی اقتصاد ما تأثیر بگذاره و از طرف دیگر یکی حداقل به خاطری از اینکه ما یک لقمه نان به دست بیاریم باعث اذیت دیگرا نشیم. راههای مختلفی وجود داره. حالا نمیشه که با صدا زدن ما بیاییم یک شهروند خود را مجبور بکنیم که بیاییم جنسی ما را بخریم. ببینین حتی همین لحظه ای که من صحبت میکنم آلودگی صوتی جریان داره. همین لحظه مشکلات اینجا است که آلودگی صوتی پی هم است، پشت سر هم دیگر است، بلا ناغه است، بلا فاصله میبینی که یک کراچی میگذره و کراچی بعدی میایه و به همین ترتیب لاود اسپیکرهای آماده و تیار وجود داره، اتومات وجود داره، پخش میکنن نه تنها یک ساحه، نه تنها یک ساحه بلکه ساحات مختلف را با اینمی آلودگی صوتی تحت پوشش قرار میدن. لذا توقع من، انتظار من از این شهروندان گرامی ای هست که لطفا در جای مشخص، در مکان مشخص شما قرار بگیرین و در کل فروشاتتان را در اون ساحه و در اون منطقه انجام بدین. اگر در کنار کوچه هاست، در کنار پس کوچه ها هست، اگر در کنار سرک هاست، در هر ساحه که از یک ساحه مشخص براتان انتخاب کنین. بنابراین این مسئله خیلی مهم است، خیلی ها ضرور است. متاسفانه روی از این موضوع آنقدر توجه صورت نگرفته، آنقدر کسی متوجه پیامدها و تبعات منفی ای آلودگی صوتی متاسفانه که یا نبودن یا کمتر هستند. به هر حال تشکر از همراهی شما عزیزان کانال آشیانه، تشکر ویژه ای که همیش این کانال را همراهی میکنین با امید این که نظریات نیک، پیشنهادات نیک، انتقادات سالم را همچنان با ما همراه داشته باشین. اگر ویدیو خوشتان آمده، اگر واقعا میبینین که مناسب حال و وضعیت مردم عزیز ما افغانستان هست، میشه که این ویدیو را شریک بسازین با دوستانتان، با کسان دیگر که حداقل هر کدامی ما به نوبه خود یک آگاهی دهی را به وجود بیاریم، در ارتباط به فرهنگ شهرنشینی توجه داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم و تا که همین مسئله باعث شود که همه و همه متوجه شویم و در کل مبارزه خود را در خصوص آلودگی صوتی داشته باشیم. تا برنامه های بعدی و ویدیوهای بعدی، خداحافظ، یار نگهدارتان باشه. روز روزگارتان همیش خوش باد.